مانند ماه‌های گذشته بانک‌ها یکی از اهداف عمده حملات مخالفان است. انقلابیون خشمگین بانک‌های زیادی را تخریب می‌کنند و آنها را به آتش می‌کشند. سالن‌های سینما و مراکز تفریحی هدف دیگر حملات انقلابیون است. اینجا دارم یا با اینکه میزان تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها بی سابقه است، نیروهای نظامی کم‌شماری که در خیابان حاضر هستند، فقط تماشاگر انقلابیون هستند و در اقدامی تعجب برانگیز پس از چند ساعت به پادگان‌ها برمی‌گردند. انقلابیون که نیروهای نظامی را در مقابل خود نمی‌بینند، به همه جا حمله ور می‌شوند و اداره‌های دولتی، مراکز تجاری بزرگ، مشروب فروشی ها و رستوران ها را تخریب می کنند. شدت تخریب ها بی سابقه است، به گونه ای که نزدیک به 100 بانک مورد حمله قرار می گیرد و اوراق و مدارک ادارات به خیابان ها پرت می شود. حتی اموال و وسایل برخی ساختمان ها، ادارات و مغازه ها به غارت می روند. از کامیون پپسیکولا تا دفتر هواپیمایی پانامریکن و به هرچه آمریکایی یا نماد غرب باشد حمله می کنند. تنها استثنا ایر فرانس، خط هوایی فرانسه و سفارت این کشور است که از خشم انقلابیون در امان می مانند. سفارت فرانسه به احترام میزبانی از آیت الله خمینی در نوفل شاتو توسط بازاریان تهران گلباران شده تا مورد هجوم انقلابیون قرار نگیرد و مشکلی در اقامت آیت الله خمینی پیش نیاید. تظاهرات 14 آبان یکی از خسارت بارترین اعتراض های انقلابیون است.